شما اجازه داده قدرت آداب و دست کم بگیری؟ کی گفته میتونین اونو فراموش کنین؟ شما چرا این شکلی شدی؟ بچه ای که آداب و فراموش کنه آخرش همه چیزو از دست میده. سنت و شرافت، قانون مندی با ظرافت، در روح و جان ما برای هر سنی لازم الاجرا. با نظم با دقت سر به راه، صورت تمیز موها کوتاه، تکلیف مدرسه حسیل جبر و حساب و هندسه. بسه تمومش کنید. ساکت شین و نگاه کنید. شیرو کلیسا نوشیدن از جام عیسی، راز و نیاز در کلیسا، هر هفته اعتراف، دوری جستن از گناه و انحراف. سنت ریشه ماست، حفظ نمودن آداب پیشه ماست. بدون آداب انسان، سلام، من برتم. یه دودکش پاک کنم. شاید به نظرتون خیلی عجیب بیاد، ولی من همه چیزو میدونم. وقتی میگم همه چیز یعنی همه چیز. دست خودم نیست. وقتی دارم با این فرچه دوده های سنگین و سیاه ها از دودکش خونه ها پاک میکنم، صدای آدم های توی خونه ها صاف میاد، میره توی گوشام. همه ی صداها، خنده هاشون، شادی هاشون، گریه هاشون، درد و دلایی که با هم میکنن، من حتی صدای ببخشید. اینجا محله چری تری لینه، محله درخت گیلاس. اینجا خونه شماره 17. چند وقتیه که اوضاع مطابق میل اون دوتا پیش نمیره. جین و مایکل رو میگم. بین خودمون بمونه، ولی من اصلا از اون خونه صداهای خوبی نمیشنوم. اما یه صدایی رو خیلی خوب میشنوم. گوش بدید. شما هم صدای بادای شرقی رو میشنوید؟ از مشرق باد بیتا خبر میاره از اتفاقی نا، یه مسافر یه دوست قدیمی، عکسی دو نفر تو دل یه قا.
میاد رو زمین از تو آسمون، میونه درختای گیلاسمون، نه فرشته است نه آدم ولی خوب بازی میکنه اون با احساسمون. دود کشا پر دوده همیشه بوده، کوک من همه جا رو گشتم بچه ها نیستم، باید همین اصرف باشم بیریل، باید بیشتر بگردیم. حالا من چطوری به خانم بگم پرستار جدیدم بچه ها رو ول کرد و رفت؟ خانم خودش میدونه که هیچ پرستاری مسئولیت نگهداری اونا رو قبول نمی کنه. میدرسم یه بار که از خونه میزنم بیرون واقعا گم و گوشه. بهتر اینجوری از سر باید و نبایدای آقا و خانم خلاص میشن. اگه فرار کنن جین و مایکل این بار، یا اینکه بزنن به آبی گودار، بهتره به آقای مکس بدیم هشدار قبل از اینکه هر دومون بشیم بیکار. هی ببین چی بگی به خانوم، چی بگی تا او بشه آروم. هی ساعت و نگاه حالا نمیاد از رو، خانوم میاد با توپ پاکم آزیاد. سلام. اوه خانم چیزه من خواستم روز تاریخی روزی با شکو آینه در تاریخ انگلیس شنگو با مشت مستقیم شاره با بود بی حق رای زن رو کشور هست ما بود. خانم چیزه من خواستم بگم که امروز دوباره اون اتفاق که نباید می افتاد و افتاد. بله خانم متاسفانه اون پرستار جدید ما خوشیمه صف پولیس ها بعد از تحصول کردن دوستان کلیسا به یاد گودکی یک صدا خوندی آواز آلی سالی سرژینگی آلی سا میستن زنها خیلتر از مردا میتونن رئیس باشن از همین فردا نوشیما رودارو دیوار درمان نمیشه جدا جدا این دردا. گوش کنید خانو. نه عزیزم شما گوش کنید، شما دیگه از این به بعد دوتا مستخدم ساده نیستید، بلکه خانوم کوک و خانوم برین هستید. جنبش آزادی خواه و برابر طلب ما باید در عمق وجود شما زنان لندنی نفوذ کنه تا قد بکشید و بتونید حقوق برابر خودتون رو کف خیابونای لندن فریاد بزنید. حالا خیلی زیبا در مرکز لندن برو با تعریف و خوشی به اونا که میخندن امضای یک تومان در ملاع ها حق زنا با مردا چی؟ از برابر تمام برابر تمام عزیزم تمام. جین و مایکل بچه های من تا الان تو اتاقشون نبودن؟ من خانم مکس من مادم به اتاقه بگم شما محلت ندادم. پرستارشون کجاست؟ کجاست؟ رفت قربان رفت؟ رفت؟ اونم؟ بله قربان متاسفانه اون یکی هم شش پرستار در طول سه ماه که هر ششتا رو تو استخدام کرده بودی وینفرد اینجا رو ترک کردن. مایلم بدونید پرستار بعدی رو خودم استخدام میکنم. ترتیبی میدم که آگهی استخدامش در روزنامه تایمز چاپ بشه و کاری میکنم که فردا پشت در این خونه پرستارا صف بکشن. و اما شما دوتا آقای مکس تقصیر ما نمیدونم شما نیست. بله آقا شما دوتا این شرم‌آور نیست که پرستارا یکی بعد از دیگری از دست شما دوتا پدر ما فقط رفته بودیم باد بادک هوا کنیم. مایکل چند بار بهت بگم واسه درد بزرگ در نپر، تو کی میخوای آداب انگلیسی رو یاد بگیری پسر؟ وینی عزیزم بله این تأسف آور نیست که من باید میوه های باغ زندگیمونو از پلیس پارک تحویل بگیرم؟ اوه جورج عزیزم میشه انقدر سر میوه های باغ زندگیمون داد نزنی؟ من داد نمیزنم، این تنها صدای پر صلابت یک انگلیسی اصیل جز هنجره من خارج میشه. ولی عزیزم تو دائم داری تو این خونه فریاد میزنی. من فریاد میزنم تو یادت نره که تنها وظیفه تو اینه که تمام
پولاوری. چی؟ پولاوری خانم، پول. تو برو اون طرف عزیزم، اون برو تمیز کن. منظورم اینه که توی اون بانک کار کنم و پول تربیتشون رو در بیارم. آه، ولی وجدان من به هم هشدار میده که در این برهه حساس تاریخی من به عنوان یک زن باید به فکر گرفتن حق رأی برای خانوم ها باشم. آفرین، آفرین. برهه حساس تاریخی یعنی چی وینفرد؟ چی؟ برهه حساس تاریخی؟ برهه حساس تاریخی یعنی اون چیز این خانم چیز حساس تاریخ بخشی پاره‌ای. دموکراسی یک فریب بزرگه. خاطرت باشه در انگلستان تا اولیا حضرت ملکه Her Majesty اراده نفرماین هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. درسته جورج. نه درست نیست جورج. این زنان زیبای انگلیسی باید بتوانند در سرنوشت خیش مشارکت داشته باشند. ما زنها دیگر به شما آقایون اجازه نمی دهیم با شعار کهنه شغال زاد برادر ساگه در حق ما ظلم کنید. آفرین، آفرین. ساگه زاد برادر شغاله. چه فرقی میکنه بابا، من همیشه این سگ و شغال رو با هم قاطی میکنم. مهم اینه که ما زنها از آرمانهای خیش دست نمیکشیم. نمیکشیم. چرا؟ چرا؟ چون زنان میتونن وزیر بشن. خانم وزیر؟ چه بسا نخست وزیر بشن. چرا؟ جسشو بگی خوبه. نه دوست نداره نخست وزیر بشه. زنها بهتره همون کاری رو بکنن که در 1918 سال گذشته میکردن. وینی عزیزم. بله. متاسفم که اینو میگم، اما اگر بخوام صادقانه حرف زده باشم باید بگم تو در تمام طول زندگیت فقط یک انتخاب درست داشتی. و اون چی بوده؟ من تو رو پدرم انتخاب کرد. پدرت؟ آره، آخه اون موقع ها من عاشق چارلی بودم. چارلی پسر خاله بتی؟ چارلی پسر خاله بتی؟ نه عزیزم، چارلی پسر کوچیکه بیلی که برامون کنده می آورد. خدا که من پسر بیلی کنده کش؟ بله، چه اشکالی داره؟ پدر من همیشه می گفت افرادی که کنده درخت دارو از پایین رودخونه به سمت اسکله هدایت می کنن بسیار آدمای شریف و زحمت کشین، چون اونا باعث می شن شومینه های خونه های لندن همیشه هیزم داشته باشه و ما اثر ما یخ نزنیم. البته خود چارلی شغلش چیز دیگه بود، اون مسئول ساماندهی فروشندگان مطبوعات در سر کوچه ما بود. وینفرد روزنامه فروش سر چهار راه دیگه، چرا شلوغش می کنی؟ نه مسئول ساماندهی. بله، من و جین کلی با هم حرف زدیم. خب ببخشید که اینجوری شد. راستش ما یه پرستار جدید میخواییم. البته، ولی به شرط اینکه اونم مثل بقیه فراری ندید. باشه، ولی به شرط که اونم مثل بقیه بهمون گیر نده. ماکل، بهتر نیست مؤدب تر باشی؟ ما یه چیزی آماده کردیم، بدم. چه چیزی؟ یه استخدام پرستار واسه چپت روزنامه. بخونی بس. خدای من، همین مونده که من آگهی. عزیزم خواهش میکنم اجازه بده بچه ها آگهیشون رو بخونن. بخون خوشگلم. شروط پرستار ما بی افاده و بی ادا گلگلی باشه لپاش. این تیکشو من اضافه کرده. این کار خوبی کرد. چشیده چشماش با مزه و کمی خلوچه خوشخنده خوشبو و خوشگل. آه من این شرط رو خیلی دوست دارم. من حواسم به تو خیلی هست. ببرتمون بگردش بی قول بی خواهش بمونده دارو کتک نزنه با چوب جارو. یه پرنسس باشه در کل و همش نده بوی الکل. اینم من اضافه کردم. کار خوبی کردی. اگه قول بده رفیق باشی قول میدی با نظمو دقیق باشی توی تختش نمیدازیم قول با قه فلفل نمیریزیم تو چایش تا داقه. لطفاً بیا بی مکس ممنونیم جین و مایکل بنکس. شب بخیر.
به اندازه کافی شنیدم. شب بخیر. خوشگل باشه، لطیف باشه، لبا. معلوم نیست اینا ملکه زیبایی میخوان یا پرستار. این نامه فقط به درد پاره کردن و سوزوندن توی شومی نمیخوره. من میرم با مدیر مسئول تایمز تماس بگیرم. اوه خدای من جورج، تو فکر میکنی بچه های ما تو رخت خواب پرستارشون قورباغه مینداختن؟ آه واقعا نمیدونم. اوه اگه اینطور باشه که خیلی غم انگیزه عزیزم. چی غم انگیزه؟ این که درست تو روزی که من عضو انجمن دفاع از حقوق حیوانات شدم بفهمم بچه های من چنین بلای وحشتناکی رو سر این قورباغه های بیچاره میارن. یا مریم، جورج باید توضیح بدی. آقا کوک، روزنامه‌تون فراموش شد. خانوم ممنونم. ریل شما پدر جین و مایکل بانکس هستید؟ البته. منم مری پاپینز هستم و به خاطر این آگهیه که اینجا. خدای من، شما این نامه را از کجا پیدا کردید خانم؟ من دیشب این نامه را پاره کردم و بعد توی اون شومینه سوزوندم. متوجه منظورتون نمیشم آقا. شما دنبال چیزی میگردید؟ بله منظورم اینه که من دیشب اینو سوزوندم. شما جورج بانکس هستید یا نیستید آقا؟ نه منظورم اینه که بله نه منظورم جین و مایکل بانکس بچه های شما هستند یا نیستند آقا؟ آخ! شما حالتون خوبه آقا؟ بله. خب پس تمومه. مایلم بدونید که من همیشه کارم رو با یک دوره آزمایشی 7 روزه شروع میکنم. هر سه شنبه نیم روز مرخصی با حقوق مشخص و پرداخت منظم. استخدامم آقا. پرسیدم استخدامم آقا. بله بله به مسیح بله. با اجازتون میرم بچه ها رو ببینم. من همینجا کار میکنم. خانوم باش ببین. خانوم هست حواسش به ما هست خانوم. خانوم خشکت زده عزیزم؟ خشک؟ خشک نه. من همه چیزو دیدم. تو چیو دیدی؟ این که ظرف کمتر از 1 دقیقه این خانومو استخدام کردی؟ البته میدونی من انقدر تجربه دارم که با 1 نگاه بفهمم با چه جور زنی طرفم. با چه جور زنی طرفی؟ ها؟ با چه جور زنی طرفی عزیزم؟ آه با چه جور زن؟ با زنی وقت شناس؟ مؤدب؟ خوش؟ خوش؟ برخورد؟ آها. با ایمان، پرهیزکار، مدیر، مدبر، منطقی، دارای صلاحیت های بیشه؟ همه اینا رو عزیزم تو همین 1 دقیقه کشف کردی؟ آه البته. من تحسینت میکنم جورج. این که تو داری اعتراف میکنی یک زن میتونه مدیر و مدبر و با صلاحیت و پرهیزکار باشه از تأثیرات جنبش آزادی خواه و برابر طلب ماست عزیزم. میخندی؟ باید چی کار کنم؟ باید گوش کنی عزیزم. گوش کن؟ گوش کن؟ گوش کنم.
اول شما رو نادیده میگیرن، بعد به شما میخندن، بعد با شما میجنگن، ولی در پایان شما پیروز میشید. من نگفتم، اما مهاتما گاندی گفته. گاندی؟ گاندی که همون که کم لباس میپوشه. نه خودشه. آره آره. به نظرتون اینجا زیادی شلوغ و شلخته نیست؟ شما چه کیف عجیبی داری؟ عجیبه چون با یه تیکه فرش قدیمی درست شده. چرا؟ برای اینکه روح داشته باشه. میگه کیف روح داره. این توتیه چیه نوکه چرتتون؟ دوستمه، به زودی دوست شما میشه. خب دیگه بهتر کارمونو شروع کنیم. شما اینجا چوب رختی ندارید؟ نه. نظم اولین قانون زندگیه، هر چیزی سر جای خودش. دهنتو ببند جین، ما که ماهی نیستیم. به نظرم اون آینه خیلی کوچیکه. آینه باید انقدر بزرگ باشه که وقتی توش نگاه میکنی تمام صورتتو ببینی. چجوری؟ من مطمئنم تو این کیف خالی بود. هیچ وقت از روی ظاهر چیزی قضاوت نکن جین، این دومین قانون زندگیه. من که گفتم اون کیف روح داره. چیزای خوشگل همیشه آدمو خوشحال میکنه. بهم میگه نور بیشتری نیاز دارم. باید حواسمونو جمع کنیم، این یکی از اون کلکاست. ولی من دوستش دارم. منم دوستت دارم جین. نگفتم؟ شما نمیخوای خونه رو به من نشون بدین؟ حتما. خب بچه ها بیاین، میخوام اخلاقتون رو اندازه بگیرم. بومیت معلومه؟ درست همونی که فکر میکردم، کمی بدجنس. بی نهایت یه دنده رو فوزوز. کی گفته من فوزولم؟ بیا خودت ببین. حالا تو جین شلخته با خنده های ریز ریز. ای باچه، پس اخلاق خودت چی؟ خیلی خوب، اندازه میگیریم. عالی و بی نقص تو همه چیز. دیگه وقتش رسیده من بگم براتون از راز یه قانون. مشکلا میشن آسون و دردا میشن درمون، اگه دور شیم از سستی و سکون. تو انجام هر کاری من می نفسم، هر مشکلی باشه نمی ترسم. خوشیت با منظم تو کاری، عاشق هم دلی و یاری. تو ظاهر و باطنم من می نفسم، بساز دنیا ولی من نمی نفسم. جادوش دماغ دراز یا چوب جاروش، اگه پرنسسه کوتاج سرش، دامن پوف پوفی به کمره. نایه جادوگر نایه پرنسسه، اما با نظر
لخته خیلی زشته، اون چیزا که رو تخته خیلی زشته. بیشان از کم بازی و غمگیر وقتی راهاشان روی زمین، جون دارن و زنده هن کل چیزا. حتی بود زیبا ما کج پیزا جون. نه هرگز اخماتخ نمی کنی نمیگی زو معلومه که نه بی خود نمی کنی سو آجابو من همه چیو میدونم میگی برامون قصه وقت خواب ولی به شرط این که خودم قصهشو انتخاب کنم نه یه جادوگر نه یه پرنسسم اما با نظم کارانی کاراتونو بکنیم میخواییم بریم پارک هواخوری یه هواخوری که هیچ وقت فراموش نمی کنیم دودکش و دود دودکش و دود دودکش و دود پر قصه سیر این چرخ کبود میکشم بهترین خاطراتم رو نقش خورشید و دامن کوه و رود دودکش و پردوده همیشه بوده همونجا وایسا من این سایه رو هر جا ببینم میشناسم سلام مری پاپینز منتظرت بودم عزیزم خوشحالم دوباره میبینمت به منم همینطور مری مری میدونی من هر وقت صدای بادای شرقی رو از کوچه پس کوچه‌های لندن میشنوم اشتیاقم برای دیدنت 100,000 برابر میشه میدونم که میدونی مری برت منم میدونم که میدونی همیشه مشتاقم تا از آسمون بیام رو زمین تا باز با تو قدم بزنم آواز بخونم پرواز کنم میدونم که میدونی برت معلومه که میدونم مری کجا تو رو میشناسه تو از کجای نمیشناسی مایکل چرا فکر میکنی من یک دقیقه قبل از اینکه بیام خونه شما متولد شدم چرا نمیریم هوا خوری ما همی الانم داریم هوا میخوریم جین ببخشید میشه منم با خودتون ببرید هوا خوری اگه پدرمون بود اجازه نمیداد او چرا چون شما شکلی هستی بچه ها قرار شد از روی ظاهر چیزی قضاوت نکنیم برت اینجا کجاست بچه ها؟ یه پارکه ولی پارکش خیلی خوشگلتر از مال ماست آره بچه ها چون من این پارکو اونجوری که دلم خواسته کشیدم نه اونجوری که واقعا هست شاید ظاهر این پارکم خیلی خوشگل باشه اما ما میتونیم چشمامونو ببندیم و یه جور دیگه ای ببینیم آه بچه بیا یه بازی بکنیم بازی جور دیگه دیدن یا به رویا رسیدن حالا بازی شروع میشه
چشم بسته تو رویامون میفهمیم آسون که تعطیلات خوش میگذره با مری اگه پا به پاش بری این خیال برد؟ هر کی ما رو ببینه میفهمه تو بهترین پارتنری شادی همیشه دور تو میچرخه ارکیده ها به عشقت میخندن وقتی تو پیشمی پر از شورم میشم خوشبخترین مرد لندن خیلی بامزه بود برد بهتره نشونم بدی حالا که چی هست توی سر اون دوتا نشونم بده مری اون هم مثل پرستار های دی جمون میمونه اینجا یه پرپر از آدم های دیان داغونه میخواد ما رو کفری کنه مردم خیلی ناغونه اینا همه شخصه یه اون دوتاست گفتم از اون حقه باز است باز تو تخت زینده زیماز گولگی با گه دیگه وقتش رسیده که قشنگترین رویای زندگیتون رو ببینید بچه ها اجازه بدیم بهتون بگم خوش اومدید به سرزمین عجایب یه صبح خیلی زیبا حال خوب آدم ها حسی مثل پرواز آسمون و بیب افتابی جون میده آباز این تعطیلات میمونه تو خاطرم حیف که زود باید برم دیر به دیر میای اینجا پیشمون همیشه مسافرم صبح خیلی میری پاپی صبح تو هم بخیر عزیزم چه امروز خیلی قشنگ شدی امروز همه جا قشنگ عزیزم این همه زیبایی دلنگیزه مثل یه کهکشان سهرامیزه او تعطیلات خوش میگذره با مری اگه بتونی پا به پاش بری تعطیلات خوش میگذره با تو به حس دست نابیه یه الماسی توی دل کبی رنگ خون تو بیه آبی صد هزار فرز داری توی قلبه دستان همیشه پر به تو گرمه با تعطیلات خوش میگذره با تو عجب برای تو ها Oh,
دوستشی مری؟ عالی بود برد؟ مری چت تو جای گذاشتی؟ ممنونم. بیا برای دیگه بابا. برد بچه ها حواستون کجاست بچه ها؟ تو همون چیزایی که من دیدم و دیدید چجوری این کارو کردی مری بابی؟ من که کاری نکردم، ما فقط داشتیم تمرین میکردیم که چشمامونو ببندیم و یه جور دیگه ای ببینیم. افتن اوه الانم بهتر تا بارون نگرفته بریم خونه برد. مری این فکر کنم با تو کار دارم. یکم آرومتر ببینم چی میگی پسر. ها؟ یه بار دیگه بگو بابا. مرد بیچاره، از شما خیلی ممنونم. بهتر بریم اونجا ببینیم چه خبره. اون چی بهت گفت؟ دوباره چه خوابی برامون دیدی مری پاپینز؟ مایکل یادت باشه مری پاپینز هیچ وقت خواب بد نمیبینه. میدونی چرا؟ چون تو انجام هر کاری اون بی‌نقصه. هر مشکلی باش شما به من قول داده بودی. اون افتاد زمین و شکست. چی افتاد زمین و شکست؟ قولی که به مری داده بودم. اولبه ای بچه ها شما چرا دهناتون بازه؟ شما که ماهی نیستی. چرا نقای تو حواس مری پاپی؟ برای اینکه زیادی خندیده. این یه رازه جین، هر کسی که از ته دلش بخنده سبک پیشو میره هوا. آویزمونه خیلی آلودانه. بارها بهتون گفتم اما آلبرت معلق بودن برای سن شما مناسب نیست. او مری پاپیز دست خودم نیست، همش تقصیر مردمه. بیا برت این نامه رو بگیر و بلند بخون. حاضرم شرط ببندم اینقدر میخندید، اینقدر میخندید که میاید بالا پیش خودم. خوندن نامه دیگر کار درستی نیست برد. سخت نگیر مری. سخت نگیر مری پاپینز، این نامه رو که قریب از اون ور دنیاها برام فرستاده. راستش من نمیدونم چجوری کمکش کنم. بذار برد بخونه، شاید واقعا تو تونستی. سلام برای پروفسور آلبرت عزیزم، من یه کشیش هستم، یعنی شغلم کشیشیست. شغلش کشیشیست؟ دو ماه پیش سنی برای اعتراف پیش من آمد و اعتراف کرد که عاشق من شده. عاشق کشیشی شده که شغلش کشیشیست. همانجا ازدواج کردیم. اما ایشان بعد از این که مطلع شد سر من داس هست درخواست طلاق داد. آخه چطور ممکنه قبلش متوجه نشده باشه؟ حتی من مدتی موی مصنوعی گذاشتم، اما یک روز هنگام غسل تعمید کودکی مویم را کشید و داخل تشت انداخت. چچلیت پیدا شد. مری پاپینز اینجا رو گوش کن، ادامه بده. حالا من چاره ای ندارم جز این که موی واقعی در بیاورم. پروفسور آلبرت من شما را به مسیح قسم میدهم که برای کمک به من دارویی تجویز کنید که بخورم یا پمادی که به سرم بمالم که موی واقعی در. منو به مسیح قسم داده مری پاپینز. بچه ها بخندیم نمالم. من موازمشونم مری. این دیگه زیاده رویه برد. سخت نگیر مری بابی. بهتره تا اتفاق ناگواری نیفتاده همه تون برگردید پایین. ولی واقعا من نمیتونم از فکر اون کشیش تاس میام بیرد. باشه امو آلبرت، خودت خواستی مجبورم میکنی که غمگینت کنم. امروز هیچ چیزی امو آلبرت تو غمگین نمیکنه. حتی فکر کردن به خاطره ویکتوریا؟ مری خاطره ویکتوریا رو چرا گفتی مری؟ نه اونجوری نگام نکنید. ویکتوریا خواهر کوچولوم بود، اون سل داشت. یه روز که از خونه میخواستم برم بیرون بهم گفت برام نون زنجبیلی میخری؟ گفتم آره که میخرم. از خونه رفتم بیرون و با دوستام
توی بار محلی حسابی مست کردی. دمدمای صبح وقتی برگشتم خونه اون مرده بود. این خیلی غم انگیز. آره عزیزم خیلی متاسفم اما آلبرت، اما مجبور بودم غمگینت کنم تا برگردی پایین. نه مری بابینش، تو همیشه به من لطف داشتی. خب دیگه بچه ها، کلی راه داریم تا خونه، بهتر زودتر بریم. پروفسور آلبرت آوازه بخواه. هی بچه ها، مری این میخواد طرف زود زود و زیاد زیاد به هم محبت کنید. آره زود زود و زیاد زیاد تا یه وقت مثل من حسرتش رو نخورید. بیا اما آلبرت، این دارو رو هم بفرست واسه اون کشیشه. یعنی واقعا اگه کشیشه این دارو بده ما آلبرت میدی پاپینز تو همیشه دو قدم از بقیه جلوتری. زود زود و زیاد زیاد به امید دیدار مری پاپی. ممکنه عزیزم، ممکنه هر کاری با اراده باید رسید حتی با پای پیاده. جیم خدا عشق و امید مایکل رو آفریده همه تا بگه پایان شب سیاه سپیده یکی یه پروانه میشه آخر یکی تو پیله میمونه بی بال و پر جاری باش و حرکت کن آرزوها رو به خط کن بازم میگیم به زمون ساده ممکنه هر کاری با اراده. آفرین عالیه. ممکنه هر کاری با اراده گدا هم میتونه بشه شاهزاده به خط پایانی کسی رسیده که شک نکرده تو ناامیدی امیده پدرتون حرکت با پیوستگی جوره خرگوش بلاش پشت میبازه چون مغروره دونه میزنه جوونه چون میل زندگی با اونه تجربه اینا به ما یاد داده ممکنه هر کاری با اراده جورج عزیزم چطور بود؟ مزخرف‌ترین چیزی بود که در تمام عمر دیده بودم. ولی ما قراره این نمایش رو فردا در مجمع عمومی زنان اجرا کنی. شوخی میکنی؟ نه خیلی هم جدی میگم. ما بارها برای این نمایش بازبینی رفتیم، اصلاحیه هم گرفتیم. بازبینی، اصلاحیه این؟ بله بله عزیزم، نمایشی به این زیبایی و پرمفهومی معلومه که حساسیت مسئولین رو برمیانگیزه. البته من بهشون گفتم که منتقدین عزیز مجله آوای لندن ما رو ستودن، ولی اونا زیر بار نرفتن و از من خواهش کردن واژه زندان رو با واژه پیله جایگزین کنم. این شد که من شاه بیتم و سرودم. گوش کن. یکی یه پروانه میشه آخر یکی تو پیله میمونه بی بال و پر. عالی فراتر از عالی. وینفرد تو شاعری؟ شعر میگی؟ مایگلم بدونم فکر اجرای این پرفورمنس رو کی تو سر شما انداخت؟ کی؟ مری پاپینز. من باید قهوه سرد و املت نپخته بخورم چون مستخدمه های منزل من مشغول تمرین پرفورمنسی هستن که مری پاپینز بیشتر کرده. آقای من این قهوه رو من ریختم. داغ بود.
بچه های من باید مدام از معلق زدن توی هوا و پارک شگفت‌انگیز و زندگی طولونه مورچه ها بگن، چون مری پاپینز اونا رو خیالات کرده. همه جای رد پای از این مری پاپینز دیده میشه. مایلم بدونی من امروز مری پاپینز رو اخراج میکنم. مایلم بدونی من چنین اجازه‌ای به تو نمیدم. تو چی گفتی؟ جورج عزیزم، من چنین اجازه‌ای به تو نمیدم چون این کار تو با حقوق زنان مغایرت داره. طبق قوانین جدید مرد خانواده به تنهایی صلاحیت اتخاذ چنین تصمیم. خاندان بنج ساکنون شاهد چنین صد بیچ تاریخی نبوده. طبق قوانین جدید من صلاحیت شکستن این گلدان رو دارم یا نه؟ صلاحیت شکستن این ظرف نقره کوبرا چطور؟ یا اختیار پخش و پلا کردن این چند تا چوب را چطور؟ یا صلاحیت از جا کندن پرده های نفیس ترمه؟ له کردن این گلهای زیبا را که ساقه هاش پر از کرمه. دارم؟ متاسفم. دارم؟ رفت دارد خجالت آوره. دنیای مردا، دنیای قدرت و تفکر و تصمیمه. اون زن هر کی که باشه در نهایت در برابرم تسلیمه. من رئیس خونم، من مالک مطلق، همه به هم میگن ارباب. دوست دارم بدونی که دیگه رسیده روز حساب و کتاب. به عنوان یک جنتلمن انگلیسی داری شمایل زشت و زننده ای از خودت به تصویر میکشی. این خونه تو رگهای من اومده به جوش. به مشام تیزم دیگه رسیده بوش. بوی سرپیچی و بیقانونی و خروش. اون زن بازی کش اخراج بی پا بوش. چون من یه گربم اون موش. بلند میگم تا همه بشنوم. چون من یه گربم اون موش. اگه بخوام باهاتون رو راست باشم، باید بگم که اجرای شما از اجرای خانم وینفرد تاثیرگذارتر بود. آقای بنکس، اصلاً چطور شما فردا در مجمع عمومی به روی صحنه برید تا یک بار دیگه همه متوجه بشن که جنتلمن‌های انگلیسی از چه نوع واژگانی برای بیان حرفاشون استفاده می‌کنن؟ آقای بنکس، من از هر واژه‌ای که صلاح بدونم استفاده می‌کنم. مری پاپینز. ما همین کارو می‌کنیم آقای بنکس. زندگی ما سرشار از واژه هاست و این قدرت واژه هاست که میتونه یه زندگی رو بسازه یا متلاشی کنه. اگه واقعا به دنبال تغییر هستید، باید از تغییر واژه ها شروع کنید. بعضیاشون رو از زندگیتون حذف کنید و واژه های تازه وارد زندگیتون کنید. بهتون پیشنهاد میکنم برای حل مشکلاتتون واژه بخرید آقای بکس. واژه بخرم؟ از کجا؟ لابد از مغازه واژه فروشی. بله دقیقا، از مغازه واژه فروشی خانم کوری. خیلی خوش اومدی جورج بنکس. چرا تعجب کردی؟ ها؟ تعجب؟ تعجب نه، نه تعجب نه. میدونی مردم در انگلستان به داخل صف ایستادن عادت دارن. البته من صف
صفه با شکوه توالت عمومی درک میکنم، ولی صفه واژه خریدن و نه. اگه درکش نمی کنی پس برای چی خودت تو صفه واژه خری وایستادی ها؟ بازم جادو جبل ها؟ هی ویفرد، اون کیه که کنار تو ایستاده؟ اون توی بنگز. من که اینجا ویفرد دیگم، اون لعنتی کیه کنار تو ایستاده؟ خانم ویفرد نمیتونه حرف بزنه آقای بنگز. چرا؟ لاله؟ نه لال نیست، واژه برای گفتگو نداره. اینا همشون همین مشکلو دارن، نمیتونن بگن، نمیتونن بشنون، حتی نمیتونن اعتراض کنن. من جدیداً از این دست مشتری ها زیاد دارم. راستی مشکل تو چیه جورجی؟ مشکل من؟ مشکل من اونیه که کنار دیستاده. مری پاپینز؟ مشکلش توی؟ که اینطور مشکلت پیچیده است جورج بنگز، و برای حل این مشکل به یک واژه پیچیده نیاز داریم. یه چیزی مثل سپه کالی فراجی سی یالی دونی طولانی و بیمانی خانم. بیمانی که نیست، نه، اگه درست ازش استفاده بشه میتونه یه زندگی رو از این رو به اون رو کنه. حرفای تو دل آدم ها گفتن سخته، واژه ها باید چف باشن مثل در و تخته. بی خواهش و آرامش و ادب و نجابت، گفتگوهامون فقط یه جور کشتن وقته. سوپرکالیفراجیلیستیک اکسپیالیدونی، یه واژه عجیب و کمی غیر قانونی، با گفتنش معجزه رخ میده به آسونی. اما همچنان به نظرم بیمانی میاد. معنی شما از قلبت بپرسی آقای بنگز. اولی واژه چی بوده کسی نمیدونه، آخر اون کی بوده کسی نمیدونه. تو دوران پارین سنگی آدم ها با هم چی میگفتن چی میشنفتن کسی چه میدونه. توی گونی میتونی با شاه چاه رزانی آواز بخونی. سوپر کالی فرجلیسی تکسی آلی دونی، زندگی داره خیلی زود میگذره، زندگی داره خیلی زود میگذره، زندگی داره خیلی زود میگذره، زندگی داره خیلی زود میگذره. حکمی کردنش کاه نارو لوحه سنگی، مصری ها میخوندنش واسه رفع دلتنگی. سقوط شاه پرشی یا به این دلیل بوده، یا دانش این کلمه رو به چند و فرنگی. سوپر کالی فرجلیستیک اکسپیالیدونی، میتونی دوستاتو کمی باهاش برخصونی، دشمنای دموکراسی رو به ترگونی. سوپر کالی فرجلیستیک اکسپیالیدونی، خب تا اینجا چطور بود؟ واقعا مشتاقم نظرتون رو در مورد این واژه بشنوم. خب کم کم داره خوشم میاد، ندارم خر میشم. هر جا گیر افتادی توی دلت بگو یواش، سوپر کالی فراجیل و فکر بقیهش نباش. با قدرت جادویی اون واژه مربوط، مشکلات تو پر میشن بی اگر رو کش. سین و فر گاف، الف لام یا فر، ره الف جین یه، لام یا سین ته یا کاف، آکاف سین په یا لام یا هی یا جای کاف رو یا. خیلی خوشم اومد، آفری. سین و فر گاف، الف لام یا فر، ره الف جین یه، لام یا سین ته یا کاف، آکاف سین په یا لام یا هی یا جای کاف رو یا. سین و فر گاف، الف لام یا فر، الف لام یا فر، ره الف جین یه، لام یا سین ته یا کاف، آکاف سین په یا لام یا هی یا جای کاف رو یا. سین و فر گاف، سین و فر گاف، الف لام یا فر، ره الف جین یه، لام یا سین ته یا کاف، آکاف سین په یا لام یا هی یا جا جا جا. سوپر کالیفراجیلیستیک اکسپیالیدونی،
بین قانونی با گفتنش مجزه را بیده به آسونی سوپرکالیفراجلستیک 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 زندگی مثل یک خواب میمونه آقای بنگس، اینطور نیست؟ آه خواب، بله شاید پدر بله ما فرد بعد بیاییم بانک برای چی؟ تجربه خود را از یک روز حضور در محل کار پدرتان یادداشت کنید، این تکلیف مدرسه مونه. من نمیدونم این سیستم آموزشی جدید و کی تدوین کرده مری پاپینز، زمان ما خبری از این تکلیف های عجیب و غریب نبود. عجیب و غریب اتفاقاتی که فردا توی بانک براتون میفته آقای بنکس. عجیب و غریب تر از این که بچه های من باید بیان توی بانک پشت میز من بشینن؟ خیلی عجیب تر آقای بنکس. آه تو داری منو میترسونی مری؟ نترسید آقای بنکس، فقط یادتون باشه هر وقت هیچ حرفی برای گفتن نداشتید از واژه‌ای که خریدید استفاده کنید. سوپر کالی فراجلیستیک اکسپیالی دونی، با ایمان ازش استفاده کنید آقای بنکس. سوپر کالی فراجلیستیک اکس پیالی دونی. سوز میاد سوز سرما، گناه دارن پرنده ها، عمری میشینم تنهایی روی پله های کلیسا، با دو پنی می فروشم کمی دونه واسه پرنده ها، جوجه کوچولوها که تولونن گرسنه و گریونن، وقتی سیرشان از خوردن دونه ها براتون دعا می خونن. سوز میاد سوز سرما، گناه دارن پرنده ها، بخرید با دو پنی کمی دونه واسه اونا. یادتون باشه بچه ها ارزش هر سکه‌ای به اینه که تو چه راهی خرج بشه. شما میتونید تو راه برگشت به خونه یکی سه دونه واسه پرنده ها بخرید. میزنن ستاره ها چشمک یکی یکی به ما نگاه نیکی، مثل نوری تابان نجات میده خوبی قلب ما رو از تاریکی، میرسه باز برف و سرما پشت لونه پرنده ها، بخرید با دو پنی کمی دونه واسه اونا.
من فکر کنم اخراجش کنن. حالا شاید هم نکنن مایکل. همش تقصیر من بود مری پاپینز. ولی تو که کار بدی نکردی جین. مطمئنم برگرده حسابی تنبیهمون میکنه. مایکل پدرتون خیلی مرد مهربونیه، خیلی. اون فقط توی یه قفس بزرگ آهنی گیر افتاده، همین. قفس؟ آره عزیزم، قفس. یه قفس که توش فقط پر از پوند و شلینگ و چه میدونم پنیه. بچه‌ها لندن پر از این قفسای کوچیک و بزرگه که آدما توش زندونی شدن. پدر ما هم زندونیه مری پاپینز. معلومه. از کجا معلومه مایکل؟ معلومه دیگه. یه سال قول داده با هم بریم بادبادک هوا کنیم کو. اصلا وقتی باهاش حرف می‌زنیم نگات نمی‌کنه. مایکل، قرارشو زود قضاوت نکنیم. تو میدونی مشکلات بچه‌ها رو کیا حل می‌کنن؟ نه، من بهت میگم. خیلیا، مستخدم‌ها، پرستارا، معلم‌ها، مادر و پدرا. اما مشکلات پدرا رو فقط خودشون باید حل کنن. حق با مریه، فقط خودشون و خودشون. ما باید کمکش کنیم تا از این قفس در بیاد و حتی یه چیزایی رو پاک کنه. گذشته ها رو، حسرت ها رو، غصه ها رو. فهمیدم. ما باید کمکش بکنیم دودکش زندگیش رو پاک کنه. پاک کنی دوده ها رو، عشق و غم ها رو، دارد کنی تمومه پیچ و خم ها رو، با قامتی خمیده سختی کشیده، اون پایی خیلی آروم لنده خوابیده. خاکی یه دونه سرا آدم ها می فریبه، بالای بوم ها مال ماست، پایین بوم ها مال ماست، روشون رو سپردیم به زوزه یه با، پشتشون اما مال ماست، تو شب ها مال ماست، رنگ پوسته بود مراقبت از سلام و نفس بود.
گردش پاها تو دل ابرا کشش پاها تو دل ابرا بالای ابرا سبون ماست بیگامون حاله بوبا حاله باز حاله بوبا حاله باز پشت سپردید مثل زیباز پشتشون اما حاله باز میمونه میدون حاله باز هفته و بارون حاله باز بدون دلیل و اسم کتاب تکیه زندون حاله باز حاله باز حاله باز سر بیلی کنده کش اینجا چی کار میکنه آقا؟ سر بیلی کنده کش نیست شب بخیر علی جناب ممکنه به من بگی اینجا چه خبره مری پاپینز؟ خیر بله فکر میکردم تا الان متوجه شده باشید که من هیچ وقت هیچ چیزی رو برای هیچ کس توضیح نمیدم آقای بنکس آو البته مری عزیز اما بگم اونم مشتاق باشی بدونی توی این چیه ظاهرن بچه ها مشتاق دارن بدونن آقای بنکس شبتون بخیر چقدر زیبا میخنده او جورج عزیزم چیتون پاکت پدر معلومه دیگه حکم اخراجش از بانک حکم اخراج کدومه پسر باد بادک خریدم براتون شوخی میکنم بیا با هم شوخی کنم شوخی کردم خدای من جو چقدر تو بامزه شدی عزیزم خیلی ممنونم که انقدر عالی داری جلوی بچه ها به شاد بودن تظاهر میکنی ولی من تظاهر نمی کنم وینفرد مگه اخراجت نکردن اخراج که نه در عوض به عنوان بمون پاداش به هم یک سال مرخصی با حقوق و مزایا دادن تازه با درخواست پیشینم مبنی برداشتن یک روز مرخصی اضافه در هفته موافقت شد من چقدر عالی ولی چرا عزیزم؟ چون درست وسط جلسه مؤاخذه خودم به خاطر اختشاشات اون روز بعد انقدر رئیس پیرو خرفتمونو خندوندم که سبک شد رفت بالا چسبید به لوستر بلوری بالای سقف چطور همچین چیزی ممکنه عزیزم؟ با
سوپرکالیفراجیلیسیکسپیالیدونی. با چی؟ سوپرکالیفراجیلیسیکسپیالیدونی. این چیه؟ یه واژه جادوییه. از مغازه واژه فروشی خانم کوری خریدم. مغازه واژه فروشی خانم کوری. آه، حالت خوبه؟ هیچ وقت به این خوبی نبودم وینفرد. حالا یک سال تموم چهار تایی کنار رودخانه تیمز هوا کنیم همه ی بادبادکای لندن. بچه هم مطل چی هستین؟ بیاین بریم بادبادک هوا کنیم. وینفرد تو بلدی؟ بیا بریم یادت میدم بیا. از سمت غرب میاد باد بیتا، باز تو میری حال من میشه خراب، نگام به آسمون تو بازم آرزو کنم با دیدن شاه، کاش سودی برگردی. برت من همینقدر بلدم بریم جادوی قشنگی برت. وقتی میری میشم دلتنگت من، دلتنگ خنده های قشنگت من، میبندم چشمامو تا که باشم باز با کل وجود گوش به زنگت من. دود کشو دود دود کشو دود دود کشو دود، پر قصه سیر این چرخ کبود، قصه مام با یکی بود شروع شد و داره تموم میشه با یکی نبود. I'll miss you Mary Bert. کاش میشد نری. آه برت، کار من اینجا تموم شده. اگه میشده کم بیشتر بمونی. من یه کارایم بالا دارم. آره میدونم. بادهای شرقی بازم میوزند و تو بازم یه خانواده خوب به من معرفی میکنی. آره. فقط یادت باشه برت، معجزه فقط برای کسایی اتفاق میفته که باورش کنن. میشه بازم بخونی؟ بهتر به قصه دنیا بخندی، زودتر از اون که چشماتو ببندی. زن و من بزرگ و کوچک، هوا میکنیم بادبادک، قصه ها رو گره میزنیم به دنبال بادبادک ها، میکنیمشون درگ. ذاتی بیشتر از این نیست که پات باشه رو زمین، اما روح تو با یه باد بادک پر بکشه تو هوای تمیز و عطرآگی. آغوش زندگی در مومی انتهاست، این دنیا پر از پایین و بالاست. عزیزم باید بره، بچه های دیگه ای هستن که بهشون احتیاج دارن.